چطور دوستان؟ بخش دوم از این سری ویدیوهای بیستایی و اصل دومی از این اصول بیستگانه این سامانه، اصل بازخواهی روندها و چالشهای منطقه‌ای ایران. اصل قبلی رو که دو قطبی شرق و غرب بود کنار دیوار برلین خوندیم. امروز میریم به یه جای دیگه ببینیم برای خوندن این اصل. من به شما قول میدم که جایی که انتخاب کردم اگر بیشتر از اون ویدیو قبلی هماهنگ با خود اصل نباشه، کمتر هماهنگ نباشه. فکر میکنین کجا میریم؟ نمیگم باهاتون تا خودتون ببینید. به زودی میبینید. همراه من باشین. قول میدم سورپرایز بشین. روندها و چالش‌های منطقه‌ای ایران. وضعیت امنیتی امروز که هم‌اکنون نیز دچار بحران‌های داخلی و خارجی فلج‌کننده‌ای است، در مناسبات جهانی و منطقه امروز بیشک خطرناک است. گرچه نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی دستاوردهای چشمگیری در پهنه فناوری دفاعی و کارآمدی رزمی داشتند و دارند، اما قدرت همواره امری نسبی است و توان نظامی ایران را باید با توانایی کشورهای رقیب یا متخاصمی سنجید که در چند دهه گذشته قدرت نظامی و غیر نظامی کلان ایران باشند. آنچه توازن قوا را به زیان ایران به هم می‌زند، نه توانایی دشمنان بیشمار و همپیمانان آنان، که بحران‌های عدیده داخلی و بی‌وفاقی میان ایرانیان است. در بخش سیاسی، حکومت دین بنیاد با برخوردهای بغایت ایدئولوژی زده، بخش بزرگی از نیروهای میهن پرست و فنسالار کشور به شمول اسلام باوران طرفدار خود را منزوی کرده و شمار سرسام‌آوری از سرمایه‌های انسانی را هم به ترک کشور مجبور ساخته است. در این روزگار نظاره‌گریم که نیروهای سیاسی کشور به اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل، چپ و راست، ملی مذهبی و ملی، مذهبی و غیر مذهبی، مردم سالار و اقتدارگرا، انزواگرا و ادغامگرا، استقلال طلب و وابسته، انقلابی و ضد انقلاب، سلطنت طلب و جمهوری‌خواه و مانندش تقسیم شدند که هر یک با سرهم کردن حزب، جناح، شورا، شبکه و رسانه‌ای بی اساس و نامؤثر سخت به وفاق ملی ایرانیان صدمه زدند. سامانیان باید با این واگرایی و چند پارچگی به جد و جهد مبارزه کنند و برای اتحاد و همبستگی ایرانیان توان خود را به تمامی مصروف دارند. تشریح علل این نفاق برای مردم ایران نخستین گام در راستای درست خواهد بود. در گستره اقتصادی، مدیریت ناکارآمد مدت هاست معیشت مردم را به خطری جدی انداخته است. در کنار آن، اختلاس، غارت اموال عمومی و شکاف‌های عظیم طبقاتی امکان هر نوع همبستگی ملی را ناچیز ساخته است. متأسفانه تضادهای فرهنگی و اجتماعی، تفاوت‌های نسلی، گرایش‌های تجزیه طلبانه، عاملیت برای اجنبی نهان و آشکار و بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی عمومی را نیز باید به این گرداب چند پارچگی‌های مرگ‌آور در کشور افزود. واقعیت این است که درون حاکمیت بین حکومت و مخالفان آن، میان مخالفان حکومت و در بین مردم نبود اتحاد عیان و برهمگان روشن است. شوربختانه در این وضعیت جای رهبر یا رهبرانی که صلابت پندار، گفتار و کردار داشته باشند و حماسه‌گونه اتحاد برای رویای ایرانی را ترویج کنند نیز نایاب است. همزمان رابطه جمهوری اسلامی با قدرت‌هایی چون ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی خلیج فارس و برای آن غیرعادی و تقابلی است. رابطه ایران با اروپا هم چندان دوستانه نیست و با برخی کشورها آشکارا دشمنانه است. در خاور و باختر ایران هم نیروهای خشن و متخاصم با هویت ایرانی از جمله امارت طالبان و ترکان عثمانی هر روز پرچالش‌تر می‌شوند. در شمال حسن رابطه با روسیه همجوار و آمریکا ستیز و در شرق
رابطه نیکو با چالشگران اصلی غرب یعنی چین و هند بیگمان غرب را هرچه افزونتر نگران حرکت‌های ایران خواهد کرد. تجربه تاریخ عصر ما هم نشانگر است که متاسفانه در جنگ‌های قاره‌ای یا جهانی مانند جنگ‌های جهانی اروپا محور یکم و دوم ایران همواره قربانی بوده است. تکرار این تجربیات تلخ را البته نشاید محتوم فرض کرد، لیک نمیتوان نادیدش نیز گرفت. با نظر به چشمانداز مخاصمه‌ها و رقابت‌های بین‌المللی، سه احتمال میتواند پیشاروی ایران باشد. نخست، جنگ افروخته نخواهد شد، اما وضعیت نامتعادل و بی‌ثبات فعلی در کشور، منطقه و جهان برای یک آینده نامشخصی ادامه خواهد داشت. دوم، جنگ‌هایی در پیرامون ایران جرقه خواهند خورد، نظیر آنچه بین روسیه و اوکراین پیش آمده است، اما آتششان مستقیم به ایران کشیده نخواهد شد، یا اینکه ایران توان بی‌طرفمانی را خواهد داشت. سوم، جنگ بزرگی در مقیاس قاره‌ای یا جهانی روی می‌دهد و طرف‌های ستیزگر چون گذشته نخواهند گذاشت ایران در آن بی‌طرف بماند. آرایش شکننده جغرافیای سیاسی ایران و مشکلات داخلی کشور باید این نگرانی برای درگیری کشور در یک جنگ مستقیم یا نامستقیم را برای ایرانیان وطن پرست دوچندان کند. در چنین هنگامه‌ای وظیفه آغازین و راستین ایران پرستان باید نگهداشت امنیت و بهبود معیشت مردم، حفظ یک پارچگی سرزمینی کشور و صلح گستری باشد. این کلیدی ترین خط سرخ پیش روی سامانیان است. و اما ایران پرستان چگونه باید به این هدف ها جامعه عمل بپوشانند؟ بدیهی می نماید که ایمنترین و بخردانه ترین مسیر اتحاد آفرینی، اقتداریابی و صلح گستری می باشد. اتحاد آفرینی، اقتداریابی و صلح‌گستری می باشد. یگانگی، سرفرازی، استواری و شکوفایی ایرانی و صلح جهانی ستونهای خیمه ایند که می سزد زود افراشته آیند تا در سایه آن امنیت شهروندی ایرانیان، تمامیت ارضی کشور و روابط با ملل متخاصم مدیریت پذیر باشند. برای دستیازی به این هدفهای میهن پرستانه، پیشبرد سیاست‌های افزایش مشارکت مردمی، سیاست‌های اقتصادی تولید محور، توانافزایی نیروهای مسلح و مبارزه برای صلح همگی از نقش‌آفرینی‌های حیاتی سامانیان خواهد بود. اولویت نخست در همه حال باید همگرایی و همافزایی میان نیروهای میهنگرا و قدرت‌سازی همه جانبه باشد. اغلب مخالفان برانداز این اولویت اتحاد برای امنیت را طرفبندی برای به بیراه کشاندن دموکراسی خواهی آرمانی خود خواهند پنداشت. حالان که کوشش آنها برای همصفسازی مخالفان یا موافقان زیر چترهای خواست مردم سالاری، اصلاح طلبی، سلطنت طلبی، جمهوری خواهی، اسلامگرایی، ملی گرایی و مشروط خواهی همواره بیفرجام مانده است. آنچنان که در طرح گذار سازمان آبان تشریح شده، سامانیان باید نیروهای مخالف با خود در درون نظام و نیز معارضان آن را به همکاری قانع سازند. واقعیت این است که میهن پرستی تنها عاملی است که میتواند شهروندان را یکه و یک پارچه کند و آنانی که امروز تکروی میکنند هر آینه فردا روز پشیمانیشان خواهد بود. داریم میرسیم به جایی که من برای خوندن اصل دوم انتخاب کردم و بهتون قول میدم که چنان مناسبتی خواهد داشت جایی که انتخاب کردم با این اصل دوم که همتون انگوش به دهان بمونید. به زودی خواهید دید چرا و برای چی. اومدیم به زیگ سویله یا روششتن، هر دو اسم رو میگن به اینجا، و من اینجا رو در ارتباط با اصل دوم سامانه انتخاب کردم. دوستان رسیدیم به مجسمه بیسمارک که کنار همون زیگ سویله هست. دوستان 161 سال پیش، یعنی در سال 1862، بیسمارک توی یه مهمونی دیپلماتیک شرکت میکنه.
در خانه سفیر روسیه در لندن. توی این مهمونی دیپلمات هایی بودن از امپراتوری بریتانیا، از امپراتوری اتریش مجارستان و طبیعتاً خود روسیه. توی این مهمونی بیسمارک به هوزار میگه که من به زودی قدرت اجرایی رو در امپراتوری پرویسن که به فارسی میگن پروس به دست میگیرم و اونجا اعلام میکنه که اولین کاری که من میکنم اینه که من ارتش نیرومندی در امپراتوری پروس میسازم. بعد با اولین بهانه به امپراتوری اتریش مجارستان حمله میکنم و این امپراتوری رو شکست میدم و بعد همه حکومت‌های محلی جنوب پروس رو میارم زیر یک پرچم و کشورسازی و ملتسازی میکنم. اون موقع آلمانی وجود نداشت. 39 حکومت محلی وجود داشت که 39 امپراتور یا شاه داشتن و همشون هم مردمان جرمن بودن، مردمان آلمانی زبان بودن، مردمان آلمانی بودن، ولی ملت آلمان ما نداشتیم. ما 39 حکومت داشتیم. برای همین هم وقتی میبینین شهرهای مختلف آلمان هر گوشه‌ای و یک کاخ سلطنتی میبینین شما، چون که هر گوشه‌ای برای خودش یک حکومت داشته. دوستان، در واقع از سال 1815 این حکومت‌های محلی یک کنفدراسیون، چیز شبیه یه اتحادیه تشکیل داده بودن، اما بیسمارک عقیده داشت که این کنفدراسیون رو باید جمعش کرد، ریخت توی دریا، باید ریختش توی دریا و عقیده داشت که باید یک کشور واقعی با یک رهبری متمرکز ساخت. سال 1848 هم یک انقلاب لیبرال نافرجامی در آلمان صورت گرفته بود که به سرانجام نرسیده بود. اونها هم میخواستن کشورسازی بکنن و میخواستن یک آلمان متحد و یک کشور آلمان رو بنا بنهند. بیسمارک معتقد بود که هدف اینها درست بوده، کاری که میخواستن انجام بدن کار درستی بوده، اما روششون اشتباه بوده. بیسمارک معتقد بود که با دموکراسی بازی، با بحث، با گفتار درمانی، با گفتمان نمیشه به این هدف رسید. بیسمارک یه سخنرانی معروفی کرد که در سطح جهان شهرت داره، این سخنرانی با نام بلوت اند آیزن، به انگلیسی میشه بلاد اند آیرن، یعنی خون و آهن. دوستان، من ترجمه و مضمون حرفی رو که بیسمارک در اون سخنرانی معروفش بلاد اند آیزن، خون و آهن زده، برای شما از رو میخونم که چیزی از قلم نیفته. بیسمارک تو اون سخنرانیش میگه چیزی که نقش ما و جایگاه ما را تعیین میکند اول و آخرش قدرت ماست. خون و آهن تکلیف را خون و آهن تعیین میکند و نه اکثریت پارلمانی و حرف و حدیث و سخن و بحث. معنای خون و آهن فقط جنگ و خونریزی نیست، معنیش اقتدار و آمادگی برای جنگ هم هست. ضمناً معنای آهن صنعت هم هست و میتونه تمثیلی از شکوفایی اقتصادی هم باشه. بیسمارک گفت انقلاب 1848 در متحد کردن آلمان موفق نشد، چون ما ضعیف بودیم، کمتر از اونی بودیم که باید باشیم. ناپلئون ما رو کوچک و ضعیف کرده بود، اما ما با تقویت نیروی نظامی خودمون میتونیم همه چیز رو دوباره پس بگیریم. مشکل اصلی آلمان فرانسه بود و پیشبینی درخشان بیسمارک این بود که کسی متحد فرانسه نخواهد شد. بیسمارک عقیده داشت فرانسه‌ای که آلمانو شکست داده باشه برای همه خطرناک خواهد بود، اما آلمانی که فرانسه رو شکست داده باشه لزوماً برای همه خطرناک نخواهد بود. بیسمارک آلمانی‌ها رو متحد کرد، کشور آلمان رو تأسیس کرد و یک قدرت متمرکز داخلی زیر یک پرچم تشکیل داد. بیسمارک اتریش رو هم شکست داد، اما چون نابغه بود پس از پیروزی گفت بسه، ما نمی‌خوایم در وین رژه پیروزی بریم. هدف ما این بود که اتریش رو هل بدیم عقب تا مزاحم اتحاد ما نشه. همین، ما نمی‌خوایم اتریش رو اشغال کنیم و با همین سیاستش باعث شد که کسی آلمان هراسی نکنه.
بیسمارک پس از پیروز شدن بر اتریش به امپراتور آلمان گفت اگه جنگ رو ادامه بدی من خودم رو از پنجره میندازم پایین. چون هدف ما جنگ افروزی نبوده و نیست. هدف ما تثبیت قدرتمون بود که این کارو کردیم. بیسمارک عملگرا و واقعگرا بود. از نظر نظامی دست بالا رو پیدا کرد اما بعدش با دیپلماسی و کشیدن ترمز منازعه باعث شد که همسایه‌ها از آلمان نترسن و احساس تهدید نکنن. نبوغ بیسمارک خودشو در متحد کردن آلمان هم نشون داد. حکومت‌های محلی جنوب آلمان نمی‌خواستن در یه آلمان متحد ادغام بشن. بیسمارک اینجا گفت اینا ما رو به چشم اشغالگر می‌بینن. ما باید به عنوان مدافع تو چشم اینا جلوه بکنیم. فرانسه بازی بیسمارک رو خورد و طی داستانی جنگ رو شروع کرد. همه حکومت‌های محلی آلمانی زبان جنوبی به امپراتوری آلمان پیوستن و بیسمارک تونست فرانسه رو شکست بده و پاریس رو هم محاصره کرد. ژنرال بیسمارک در این جنگ با فرانسه هلموت مولتکه بود که از نوابغ بزرگ نظامی آلمان بوده و در جنگ جهانی اول هم موفقیت‌های بزرگی رو به دست آورده بود. همین پیروزی ها حس میهن پرستی آلمانی ها رو به شدت تقویت کرد و اینجا بود که بیسمارک رسماً آلمان رو یکی و یک پارچه کرد و در سال 1870 امپراتوری آلمان رسماً تأسیس شد. یعنی 22 سال بعد از اون که با بحث و گفتار درمانی و دموکراسی خواهی و سوسول بازی نتونستن مردم ژرمن رو متحد کنن و کشورسازی کنن، با سیاست بلاد اند آیرن بیسمارک، یعنی با سیاست خون و آهن بیسمارک، امپراتوری متحد آلمان و ملت آلمان در 150 سال پیش به دست بیسمارک متولد شد که اولین صدر اعظمش هم خود بیسمارک بود. بیسمارک جنگ رو برای جنگ نمیخواست. بیسمارک جنگ رو برای تثبیت قدرت میخواست و برخلاف هیتلر و ناپلئون وقتی توازن قوا رو به نفع خودش تغییر داد، جنگ ها رو متوقف کرد و صلح سازی کرد و شروع کرد به ساختن درون آلمان و پرداختن به مسائل داخلی آلمان و ساختن یک اقتصاد قدرتمند. حالا میریم از مهمترین ژنرال‌های تاریخ آلمانه که در جنگ جهانی اول هم شرکت داشته و ژنرال بیسمارک بود در جنگ بیسمارک اینجا به عنوان یه میهن پرست تلاش کرد که با بستن معاهده ها و پیمان نامه های صلح و دوستی با روسیه و فرانسه تمرکز خودش رو روی معیشت مردم آلمان بذاره و یه آلمان مرفه برای ملت آلمان بسازه. بیسمارک اولین دولت رفاه رو در جهان بنیان نهاد. بیسمارک نخستین بیمه درمان پزشکی رو در جهان دایر کرد. بیسمارک نخستین بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی رو تو
توی دنیا دایر کرد و بیسمارک نخستین بیمه بازنشستگی رو در جهان بنیان نهاد. این اطلس کره زمین که بر دوش این مرد می‌بینین سمبل عظمت جهانی بیسمارکه. و این یه نگاهی به کتاب تاریخ که نشانگر اهمیت بیسمارکه. دوستان من خداحافظی رو نگه داشتم برای بیسمارک شتراسه که یه خیابون دیگریه در یک جای دیگر شهر. میخوام ببرمتون بیسمارک شتراسه. میریم سوار اوبان بشیم مترو که بریم بیسمارک شتراسه. زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران آب، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را. من چشم از خواب خوش برمی نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش شب خوش شب خوش بگفتم خواب را، شب خوش بگفتم. دوستان ما رسیدیم به بیسمارک شتراسه، یکی از خیابونای اصلی و طویل برلین که به نام بیسمارک نامگذاری شده. هیچ ربطی هم به اون تندیسی که از بیسمارک دیدیم نداره. اون اصلا یه جای دیگه از شهر بود که هیچ ربطی به اینجا نداره. این محله اتفاقا ایرانی نشین هم هست، ایرانی های زیادی توی این خیابون و این منطقه زندگی میکنن. سوالی که برا من مطرحه این نیست که آیا ایرانی هایی که در این محله زندگی می کنند، یا در این شهر زندگی می کنند، یا در آلمان زندگی می کنند، یا در اروپا زندگی می کنند، بیسمارک رو می شناسند یا نمی شناسند. سوالی که برای من مطرح اینه که ما ایرانی ها، فارغ از اینکه کجای دنیا زندگی می کنیم، داخل ایران یا خارج از ایران، آیا ما ایرانی ها به این ابرمرد که ایده هاش، افکارش و توان مغزیش با بیسمارک قابل مقایسه است، این فرصت و مجال رو خواهیم داد که برای ما اقتدار سازی و عزت آفرینی بکنه؟ آیا ما ایرانی ها هم به پروفسور دکتر هوشنگ امیراحمدی این امکان رو خواهیم داد که برای ما اقتدار آفرینی بکنه؟ این سوالیه که ذهن منو مشغول کرده. در این منطقه‌ای که ایرانی هاش زیادن، فارغ از این که بیسمارک رو میشناسن یا نه، دوست دارم که هوشنگ امیراحمدی رو بشناسن. ما هوشنگ امیراحمدی رو با خواندن این کتاب خواهیم شناخت، با گوش کردن به برنامه هاش خواهیم شناخت. از شما دعوت میکنم که قسمت های بعدی ویدیو رو هم دنبال بکنیم. در قسمت بعدی در جای دیگر از برلین اصل سوم از این کتاب رو خواهیم خود و جای دیگری از برلین رو با هم تماشا خواهیم کرد. تا اون موقع به این سوالی که من مطرح کردم فکر بکنین، چرا ما نباید به این مرد فرصتی بدیم که بیسمارک ایران باشه؟ تا اون موقع، تا قسمت سوم و تا درودی دیگر، بدون مقدار یارم نفس، چون من نداند هیچ کس مقدار که بر خوش گفته.
دلت بداند آب را زدی شاید کشد قلاب را Charlie!